698. مسلس متصابل از لسلام چهار قسمت کرده. ایکسه بسه. الان این قرمزه رو من میتونم راحت حساب بکنم. چقدر میشه؟ مساحتش میشه ایکس ضرب داره سه ایکس سینوس 60 تقسیم بر 2. مساحت کلن میشه 4x ضرب داره 4x سینوس 60 تقسیم بر 2. 2 با 2 میره سینوس 60 با سینوس 60 میره میشه 3/16. قبول دارید؟ قرمز 3/16. از این قرمز چند تا داریم؟ 3 تا داریم. پس میشه چقدر؟ 9/16. درسته؟ برای این وسط آبیه چقدر مونده؟ 7/16. یک منه 9/16 میشه 7/16. کدوم گزینه میشه؟ 3. گزینه 3. به اون دقت میکرد اون چیزی که سر کلاس جلسه پیش گفتم خیلی راحت تر میشه. نها کنید این یه مثلثه. اینا چهار قسمت شده. یکی دو تا سه تا. این چهار قسمت شده. یکی دو تا سه تا. حالا اینجا میدونی به چهار قسمت. این به این وصله، اینم به این وصله. اینجا رو نگاه کنید، اینجا رو هاشور زده، اینجا رو هاشور زده. درست بچه اینو به این وصل بکنیم، این با این چه اتفاقی میفته؟ چرا؟ چون نسبتاشون نسبت این به این برابر نسبت این به اینه. درسته؟ قبول داردین قرمز با این موازیه یا نه؟ این دوتا با هم چیان؟ موازی. درسته؟ تا اینجا مشکلی که نیست. حالا این مثلث، مثلثی که اینطوری سیاه کردم با این یکی مثلث قاعده هاشون یکیه، ارتفاع هاشون هم یکیه، هم مساحتن. درسته؟ هم مساحتن یا نه؟ این تیکه که مشترک هر دوتاشونه، پس اون دوتا هاشور زده با هم برابرن مساحتشون. کدوم گزینه میشه؟ بابا هم مساحتشون چجوری اثبات کردیم؟ اول این مثلث سیاه قاعدهش سه تا قسمته، قاعده اینم سه تا قسمته، با هم برابرن. درسته؟ ارتفاعشون هم که فاصله دو تا خط موازیه. خب اینجا با هم نهشت یا متشابه نمیشن؟ نه اینا لزومی نداره بشن. بس دیگه داره که زاویه هم یکی باشن. اما محیطشون چرا نمیشن؟ جان؟ محیطشون بستگی داره که مثلا چجور بود. این ممکن داره این زر خیلی بزرگتر بشه، این زر خیلی کوچکتر بشه. لزوم نداره محیطشون. خونه؟ مثلث من داشتیم؟ یه مثلث دلخواه. درست؟ اگر آره مثلث متساوی الاضلاع بود یا متساوی ساقیم بود، اون موقع محیطش هم یکی میشه. در مورد تالس، خود تالسه که همه بلدید، چیز خاصی نداره، فقط یادآوری کنیم و بریم مسئله حل کنیم. مثلث آب سه دی ای موازی به سه باشه. درست. میتونیم چی نتیجه بگیریم؟ آده بروی ده به مساوی آی بروی ایس. این یه بونه. درسته؟ یکی هم جزء به کل میتونستیم بنویسیم. آده بروی آبی مساوی میشه با آی بروی آسی مساوی میشه با دی ای بروی بیسی. درسته؟ برعکس اینم برقرار. اگر این تساوی برقرار باشه نتیجه میگیریم چی هست؟ موازی. همینو بلده دیگه، چیز خاصی نداره.
حالا زحمت بکشید 700 فکر بکنید. چه؟ ببین چی نیاز داری دیگه برای اساس اون استفاده بکن. مثلا اینجا زل بی سی را داده، مثلا از بی سی بخوای استفاده کنی باید جز به کل بری دیگه، درسته؟ جایگذاری نمی کنی؟ چه؟ جایگذاری این چه؟ یه داره جایگذاری یک صبح دست کنم جایی گیده میشه. دقت کن بچه ها، این شکل رو به من داده شارس 700 سوال 700 آ ب س دی هم که گفته موازیه، اینجا رو ایکس گرفته، اینجا رو میکس گرفته، اینجا رو میگرگ گرفته، اینجا 10 منهای ایگرگ گرفته و اینجا هم 15 منهای ایکس گرفته. دو تا اطلاعات داده، یکی گفته دی ای موازی بی سیه، بی سی رو هم 15 داده، درست؟ دومین اطلاعاتی که به من داده مساحت آ دی ای اس آ دی ای محیط ببشید محیط آ دی ای برابره محیط بی دی ای سی هست، درست؟ خانم تمام یه دقیقه گوش میکنم ببینم چجوری میشه. آبی هم 10 آسی هم 15 آبی ده آسیان بیزه. بچه دقت کنید، اول این شرط استفاده کن ببینم چی میشه. محیط آده ای، محیط آده ای میشه دو تا ایکس به اضافه ایگرگ، دو ایکس به علاوه ایگرگ برابر چی شده؟ ایکس با این جمع بشه 15، این هم 15، 30، 40 منهای ایگرگ. اشتباه که نشنیده؟ نه. درسته. پس 2x مساوی شده با 40 منهای 2y. پس x میشه 20 منهای ایگرگ. قبوله؟ x میشه. اشتباه کردم؟ این تو این یه دونم جز به کل برم، ایگرگ به روی ده، ایکس به 15، قبوله؟ ایگرگ به روی کل این برابر ایکس به روی کل این، درسته؟ این به 5 میشه 2، این به 5 میشه 3، پس 3y هم مساوی 2x شد. دوتا مادر دوتا مچل x گیره به دست میدید، درسته؟ یکی x مساوی 20 منهای y، یکی هم 2x مساوی 3y. بالا رو در دو ضرب بکنم، 2x مساوی 40 منهای 2y، پس 40 منهای 2y مساوی 3y، 40 مساوی 5y، y میشه 8، x میشه 12، درسته؟ x رو خواسته بود دیگه، گزینه است. فهمید چی توش؟ بابا از اون جایگزاری در نمیاد. x همینجا x رو الان به دست آوردیم، بخوام جایگذاری کنم به دست نمیاد. تو چی جایگذاری؟ همون که اصلا بگیم محیط اون چقدره، بعد به جای محیط ایکس آمان محیطش نداشتیم ایست من هایی بذاریم به دست نمیاد. خب دست ما میبینم سر میشه. درست شد آقا، فهمیدید؟ مشکل خاصی که نیست، فقط یه محاسبه باید انجام بدید که دستتون سریع بشه. 702 رو حل کنید. اما تو محیط از این مواز تالس هم استفاده باید بکنید، فقط از محیط تنها به درد نمیخوره. 702 شکل رو بکشم ببینیم چی داره میگه.
اینجا سی، این دیه، اینجا شیشه، اینجا چهاره، اینجا سه، اینم نیم ساز. این دوتا گفته با هم برابرن. اطلاعاتی که داده آ این نیم سازه. گفته سی ای مساویه سه که نوشته. سی دی چهاره، دی ای هم شیشه. اندازه بی ای را خواسته. اندازه بی ای را خواسته. هدف اون پیدا کردن این. ای هم برابر آقا. چه؟ ای با اون یکی از آقا برابره. چی؟ اون اسپوزاری کنه آقا. بچه نگاه کنید. گوش میکنه الان. این با این موازیه. اینم مبربه. پس این تیکه با این تیکه برابره. قبوله؟ موازی مورب. حالا این دوتا با هم برابر باید باشن. پس این چند میشه؟ شیش میشه. درسته؟ حالا نسب من کجا رو میخوام؟ من ای بی رو میخوام. تالس برم جز به جز. درسته؟ پس سی دی به دی آ مساویه سی ای به ای بی. دی به روی شیش مساوی سی به روی ای بی. درسته؟ چهار تا ای بی مساوی میشه با 18، بی ای مساوی میشه با 18 چهارم 9 دوم همون چهارانیم. کدوم گزینه میشه؟ سه. گزینه ای سه. گزینه یک. این زاویه با این زاویه برابر بودنش مشکلی که نیست. این دوتا خط موازی، اینم مورب، این و این با هم برابرن. مگه نگفتی نیم سازه؟ پس این و اینم با هم برابرن. آ ای را گفتی نیم سازه. پس این و این با هم برابرن. مثلث متساوی ساقه میشه. اینجا شیش باشه، اینجا هم شیش میشه. آه هم نیشتی که تو مثلث میشه اثبات کنیم. آه نه نه یعنی الان اون یه تیکه از آی که باقی مون باید یه ای که باقی مون برابر نیست. کدوم یه تیکه؟ هم یه تیکه از آ باقی مونده از آ زاویه نشده. بعد اون ایه که قرمز نشده برابر نیست. یه میدونم چی رو داریم باید اسپوزاری کجا رسیم؟ این آ اینجا آ یکه، اینجا ما بود، اینجا مثلا ای یک. آ یک با ای دو نمیتونه برابر باشه؟ با؟ ای دو. ایده منظورت کجاست؟ همون باقی مونده دیو. اینجا؟ بله. نه، چه بگیم؟ نه، پایینش. پایینش منظور اینجا؟ بله. نه، چه لزومی داره؟ از راه همین چیز نمیتون داری؟ نه، هیچ دلیلی نداره. گفتی اینجا کجا مثل برابره؟ میشه ایسی رو آده موازی بکنه؟ آره، یه موازی مبرده. من شکلشو میکشم تا شما فکر بکنیم. گفته که زاویه یک و دو و سه با هم برابرن. آبه هم 15، آبه هم 15، آسه شیشه، آبه هم 15. درست. بیدی به سیدی رو خواسته. بیدی به سیدی رو خواسته. دقت کنید. اولا از این که این دوتا زاویه با هم برابرند میتونم نسبت به این خط با این خط موازیه. درسته؟ زاویه یک و دو با هم برابرند، این مورب، این دوتا با هم چی میشن؟ موازی میشن. قبوله؟ این تا اینجا. درست؟ حالا دو و سه با هم برابرند، متساوی ساقه. نه، آی هم همون شیشه. کل آبی 15 بود، پس اینجا چند میشه؟ پونزده شیشه میشه. درسته.
آره. حالا از اون ور برم. میخوام بنویسم. درسته؟ بی سی. یا برعکس از اون ور. درسته؟ الان موازی. بی سی به بی دی مساویه. بی ای به بی آ. بی سی به بی دی مساوی میشه 9/15 هم. اما من چی میخوام؟ سی دی به دی دی میره اصلا کم بکنم، درسته؟ یا میتونستم از این ور بنویسم، جز به کل اینطوری بنویسم، راحت تره دی، درسته؟ اینطوری بنویسم سی دی به دی بی مساوی میشه آ ای به آ بی. پس سی دی به دی بی مساوی میشه 6/15. معکوسش بکنم، دی بی به سی دی میشه 15/6. این به 3 میشه 5، این به 3 میشه 2. 5/2، 5/2 تو گزینه ها هست، گزینه 2. فهمیدیش تو شد؟ بعدی را فکر بکنید. مستقیم میشه نوشت بی دی به سی دی و مستقیم میشه نوشت بی دی به سی دی. اونجا هم باید اینطوری میشه بزرگه به این. 706 دقت کنید، یه در زوزنقه اندازه قاعده 4 و 9 باید و اندازه ساقه ها یه زوزنقه داریم، این 6، این 5، این 4، اینم 9. درست؟ محیط مثلثی که از امتداد ساقها در بیرون سوزنقه تشکیل می شود کدام هست؟ اینو امتداد بدیم، اینم امتداد بدیم، یه جا اینجا میاد قطع میکنه دیگه. درست؟ محیط این مثلث خواست، اسم گذاری کنم آ ب س د. درسته؟ قبول بچه ها؟ عرشه این دوتا معلومه، درست؟ این مجهول x بگیرم، اینم y بگیرم، چون این دوتا معلومه به نظر میاد که از این دوتا باید استفاده بکنم دیگه. پس جز به کل باید برم، یعنی x به روی کل این x به علاوه 6 باید برابر بشه، 4 به روی 9، اونم برابر ایگرگ به روی ایگرگ به اضافه 5. درسته؟ این دوتای اول 9 ایکس مساوی میشه با 4 ایکس به اضافه 24، 5 ایکس میشه 24، ایکس میشه 24/5. 24/5 در دو ضرب بکنم 48/4 و 8/8. درسته؟ میام این دوتا را طرف مستین بکنم، 4 ایگرگ به اضافه 20 مساوی 9 ایگرگ، 20 مساوی 5 ایگرگ، ایگرگ میشه 4. درسته؟ حالا ایگرگ و ایکس به دست اومد، محیط مثلث خواسته، محیط مثلث ABC ایکس به اضافه ایگرگ به اضافه 4، ایکس 4/8، ایگرگ 4 شد، اونم 4 شد، میشه 12/8. 12/8 کدوم گزینه میشه؟ 4. گزینه 4 میشه. نسبتشو به دست بر، ضرب در صد بکن، در صد به دست بر. 708. آده به آبه. چه نسبتی داده؟ آده. مساحت مثلث ADE چند درصد مساحت مثلث DEC هست؟ ارتفاع D توی ADE ارتفاعی که بر روی زده AE یکیه با ارتفاعی که بر روی زده EC توی مثلث DEC.
الان بشه کنیم دیگه دیگه چنین آقا قاعده هاشون که 3/7 مثلث ها متشابهن دیگه پس آقا ارتفاع هاشون هم 3/7 میشه کجا؟ آده ای با دی ای سی نگاه کن ما این نه رو میخواییم مثل کن S A D I B S D E C D E موازیه B C دیگه قبول دارید ارتفاع A D E اینه ارتفاع CD اینو در نظر بگیریم. درست. اینجا رو مثلا H بگیرم. اینجا رو مثلا T بگیرم. درست. قاعده هاشون یکی نسبت مساحت هاشون میشه. درسته؟ قبول دارید؟ من اینو امتداد بدم. این یه مستطیل میشه دیگه یه مواد اینجا تی همون تی میشه دیگه درسته قبول حالا الان میتونم بنویسم هاش به کل این برابر این به کل این میشه دیگه درسته حالا اینو عمود رسم میکردم مگر اینجا 3 قسمته اینجا 4 قسمت مگه نیست ببینم ولن گوش میکنید رضا مثلث آ د ای ارتفاعش این هاشه مثلث س د ای هم ارتفاعش این تیه درسته قاعده های هر دو تاشون هم یکیه قبول دارید نسبت مساحتاشون میشه نسبت اچ به تی پس این تو اینجا شده اچ به تی کسی تا اینجا سوال داره بپرس آقا قاعده آ دی ای دی ای قاعده سی دی ای دی ای ارتفاعش میشه هاش ارتفاع اینم میشه تی درسته چون قاعده هاشون برابره نسبت مساحت هاشون میشه نسبت ارتفاع هاشون این تو اینجا حالا من اون نسبت ارتفاع من این ارتفاع را به جای اینکه اینجا در نظر بگیرم منتقل کنم اینجا این الان این مثلث الان نگاه کنید مگه این موازی نیست این موازیه عادی به دی بی مساوی میشه با هاش به تی قبول دارید؟ قبوله؟ عادی به دی بی چند میشه؟ 3/4 پس هاش به تی چند میشه؟ 3/4 درسته؟ نسبت 3/4 شده درصد خواسته؟ 7% میکنه میشه چند؟ گذنه تو جان آقا جز به کل 3/7 جز به جزش آدمو می نمیسیم آره جز به جز همون 3/4 سه به چهار همون کار کردیم همون کار کردیم دیگه گفتم عادی به دی بی میشه این تیکه به این تیکه دقت کن اینطوری میشه بود دقت کن بچه هم نسبت الان دقت کن گوش میکنید این ارتفاع در نظر بگیرید H این ارتفاع مثلث ADE هست ارتفاع مثلث DECM هست قبول دارید ارتفاع مثلث ADE هست ارتفاع مثلث DEC هم هست ارتفاعشون با هم برابره یا نه؟ بله. پس نسبت مساحتاشون
S A D I به S D E C میشه نسبت قاعده هاشون A E به E C درسته؟ A E به E C A D به D B مساوی میشه با A E به E C اینجا سه چهارمه پس این میشه سه چهارم درسته؟ و ضرب در صد میکنیم 75 710 مثلث ABC دارم گفته MNPB متوازی لازل است چی خواسته؟ مساحت S O M N به S A M N سه به هفت کجا به سه هفت ام آ به ام بی سه به هفت یعنی اینجا ام آ به ام بی سه به هفت قبول بچه ها گوش میکنید اس ام ان سی به اس آ ام ان طبق مسئله قبلی که حل کردیم چی میشه؟ هفت سوم قبول دارید همه چراش نگاه کنید ارتفاعشون یکیه ارتفاعشون یکیه درسته نسبت مساحتشون میشه نسبت قاعده هاشون این قاعده هفت قسمت باشه این قاعده سه قسمته پس میشه هفت به سه درست شد تا اینجا مشکل که نیست این تا اینجا پس ارتفاعشون برابر دیگه این ارتفاعشونه ارتفاع مثلث AMN ارتفاع مثلث MNC هم همینه درسته ارتفاعشون با هم برابره نسبت مساحتشون میشه نسبت قاعده هاشون قاعده CN و اینجا AMA به MB هفت قسمت پس چون موازیه اینم به این منتهی میشه درسته تا اینجا مشکل که نیست این تا اینجا بچه بیام تو این مثلث این تیکه چقدر اینه؟ نه بازم یه تاله سیک شده سفر بی او ام بی موازی میشن نگاه کنید بچه این دوتا این با این موازیه درسته؟ نسبتی که اینجا هست به این خط هم منتقل میشه دیگه درسته؟ اینجا چند بود؟ اینجا سه قسمت بود اینجا هفت قسمت بود درسته؟ پس هفت قسمت اینجا منتقل میشه سه قسمت اینجا منتقل میشه درسته؟ قبول دارید؟ قبول؟ درسته؟ پس اینجا سه قسمت اینجا در حقیقت هفت قسمت حالا شکل رو من بد کشتم درسته؟ حالا پس مساحت این تیکه به مساحت کل این S M N O به S M N C سه دهم مساحت این قرمزه به مساحت کل این ارتفاعشون که یکیه میشه نسبت قاعده هاشون نسبت قاعده هاشون سه به دهه چون سه قسمت اینجاست هفت قسمت اینجاست جز به جز نگاه کن مساحت اینجا به مساحت کل این ارتفاعشون ثابته قاعده شون درسته سه به ده قبول بچه ها این دوتا رو در هم ضرب بکنید چی میشه S M O N به S A M N مساوی میشه با هفتم هفتم رو به صورت درصد گفته بنویسید هفتاد
چی میشه؟ کوزینیس. اکبر فهمیدی؟ چون میخواستم اینو به دست بیارم. یه نگاه کردم دیدم اینا در هم ضرب بشه، این تو صورت، این تو مخرج میره، این میمونه و این. درسته. یه بار دیگه میگم دقت بکنید. اول تو مثلث ام آ سی این خط ام ان رو که رسم کردم گفتم ام تی، ام تی هم مساحت ارتفاع آ ام ان هم ارتفاع ام ان سی. درسته. ارتفاع ها برابر نسبت مساحت ها میشه نسبت قاعده ها. درسته. قاعده آ ام و ان سی هم 7/3. درسته. اینجا 7 قسمت، اینجا 3 قسمته. از کجا فهمیدم؟ این شرطو دارم، ام آ به ام بی 3/7. پس اینجا هم آ ان به ان سی 3/7 میشه که 7/3. درست شد. این کسی اینجا که بحث نداره، این تو اینجا. بعد اومدم گفتم که مگه این موازی این نیست؟ این نسبت منتقل میشه به این خط، هم منتقل میشه دیگه. درسته. اینجا سه به جا این هاش او ان با ام آ موازیه. درسته. پس نسبتی که رو این خط هست به این خط هم منتقل میشه. اینجا 3/7، اینجا میشه 3/7. پس درسته. حالا تو این مثلث MNC و مثلث MNO ارتفاعاشون یکیه، نسبت مساحتاشون میشه نسبت قاعده هاشون. اینجا 3 قسمته، اینجا 10 قسمته. پس میشه 3/10. این دوتا رو دارم، از این دوتا میخوام به این برسم. SMNO اینجا هست، SAMN هم اینجا هست. این دوتا هم که صورت مخرجن ساده میشن، میرن ضرب میکن. نمیتونیم واسه اینکه بیا راحت تر کنیم حالت ها رو بنویسیم. یه بار میشه 7/0 یا 7/3 یا 3/2 یا 7/3. کل حالت هایی که میشه دیگه جزو کل همه همه رو زبدار سر کنیم. اونی که توی گزینه هست تو جواب جزه من چنین کاری میکنم شما خوست داشته باشه دیگه احتمال خطش باید من یه دو توی دیگه شم این کار رو بکنم بذار تو گزینه. اول شکل رو بکشیم 712 یه زوزنقه آ ب س د آ ب س د به همون ترتیبی که نوشته شده باید یه طرف بچرخ اسم گذاری کن. درست. قطر آسی، اینم قطر آسی. میگه بی ای موازی قطر آسی هست، پس یه دونه خودم موازی باید بکشم. بی ای قطر بی ای موازی قطر آسی هست. درست. حالا اینجا رو اسم گذاری کنم بی ای. درست. اگر عادی 7 باشد، این عادی 7، آی 3 باشد، پس این یعنی داره میگه اینجا قطع میکنه، اینجا این 3. درست. طول پاره خط MD، آه خود شکل اینجا کشیده، حسن ببخشید. خب این خودش شکل کشید، عوض میخوام باشد شکل اون شکل بر اساس این شکل شکل کشیده بر اساس 712 دقت کنید این شکل داریم. ام دی آبی
اینم آ این با تراسی بی این هم این هم موازن این و این با هم موازن حواسمون باشه درست آدی را هفت داده آی را سه داده درسته بعد چی را خواسته؟ امدی را خواسته اینجا را ایکس بگیرم امدی را خواسته امدی در حقیقت ایکس به اضافه ده درست بچه دقت بکنید اول این که این دوتا با هم موازیند از این که این دوتا با هم موازیند چی نتیجه میگیرم؟ x به علاوه 3 به روی 7 مساوی میشه با mb به روی bc قبوله؟ مشکل که نیست قبول؟ این به این برابر میشه این به این چون این دوتا با هم چی هند؟ موازی بعد بیاید حالا اینو نگاه کنید این با این موازیه پس میتونم بنویسم x به روی 3 مساویه mb به روی bc طرف دوم با هم برابرن یا نه؟ درست پس x به اضافه 3 به روی 7 مساوی میشه x به روی 3 درست 3x به اضافه 9 مساوی 7x 9 مساوی 4x x میشه 9 چهارم درسته مسئله md را خواسته md چی هست؟ 10 به علاوه x 10 به اضافه 9 چهارم درسته 49 چهارم درسته 49 همون 48 به اضافه 1 دیگه درسته به صورت عدد مخلوط بنویسیم میشه 12 و 1 چهارم گزینه چند میشه 2 12 12 من با بالا یه لحظه 12 25 گزینه بچه اینطوری خیلی زیاد تو کنکور تکرار میشه یه دوتا اینطوری میدن بعد تلفیق باید بکنید این خیلی تکرار میشه تو کنکور